گزارش از داخل ایران از برپایی مراسم بزرگداشت داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قطعه های زنجیری در سال 77 حکایت دارند این مراسم در حال برگزار شده که پرستو فروهر چند پیش با انتشار فراخانی از مردم خواسته بود تا در مراسم بزرگداشت پدر و مادرش در خانه آنها در تهران شرکت کنند گزارش همکارم شپل عباسی در این زمین امروز پنجشنبه اول آذر خانواده و نزدیکان داریوش فروهر و پروان اسکندری در خانه یا همان قتلگاهشان با هدف بزرگ داشته یاد آنها دور هم جمع شدند. 20 سال از پرستو فروهر هر سال و در سالگرد قتل پدر و مادرش به ایران باز می گردد تا مراسمی برگزار و یادی از آنها بکند. اما نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی تنها سال گذشته و به صورت محدود و امسال اجازه دادند، تا پرستو فروهر برای ادای احترام به پدر و مادر و دیگر قربانیان قتلهای زنجیری در خانه فروهرها را بک شاید و مردم برای ابراز همدردی با آنها وارد قتلگاه پدر و مادرش شوند. پرستو فروهر چند روز قبل از بیستمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر فراخانی منتشر کرد که در آن خطاب به مردم نوشته بود گرد هم آمدن در این سالگرد ما سکوت خواهیم کرد به آنچه که در تاریخ این چند سال اتفاق افتاده به قربانیانی که جان عزیزشون فدای ایستادگی بر سر آزادی شده فکر خواهیم کرد این دعوت با استقبال مردم و فعالان اجتماعی و سیاسی روبرو شد سال قبلش که من زندان بودم در پاییز 77 داریوش فروهر سیاستمدار کهنکار و همسرش پروانه اسکندری در خانه شخصی خود طی قطرهای سیاسی موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیدند در دیماه سال 77 وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اطلاعی صادر کرد و به ارتکاب قتل‌ها از سوی به گفته آنها مأموران خودسر اعتراف کرد در 20 سال گذشته وزارت اطلاعات و دستگاه قضای جمهوری اسلامی به بهانه به مخاطر افتادن امنیت ملی جزئیات قتل را نه به اعضای خانواده اطلاع داده و نه به افکار عمومی و این برگ از تاریخ معاصر ایران همچنان با پرسش های بی جواب بسیار در سیاهی مانده است شپول عباسی صدای آمریکا